نمایش تنفیذ رئیس جمهور جدید ارتجا آخوند حسن روحانی با تلاش‌های رسوای خامنه‌ای برای لاپوشانی بحران‌های مرگبار درونی و بیرونی نظام آخوندی برگزار شد. در باطلاق بحران‌های حاد حاکمیت و جنگ فزاینده گرگ‌ها بر سر قدرت و چپاول ثروت‌های مردم ایران بر سر کابینه آخوند روحانی، ولی فقیه ارتجا درمانده و هراسان تلاش کرد مهندسی شکست خورده خود در انتخابات آخوندی را حماسه سیاسی جلوه بدهد، هرچند که در سخنان خود کابینه آخوند حسن روحانی را بعد از حذف برخی از وزرا توسط خودش برای تراشیدن بیشتر به مجلس آخوندی ارجاع داد و در حکم تنفیذ رئیس جمهور جدید ارتجا از شرط تبعیت و پایبندی غفلت نکرد. وزیر دربار بیت العنکبوت آخوندی محمدی گلپایگانی هم از فرط پریشان حالی در قرائت تاریخ حکم مربوطه 30 سال اشتباه کرد. بدیهی است که آن رأی و این تنفیذ تا هنگامی است که ایشان به تعهد در پیمودن صراط مستقیمی که تا کنون در پیش داشتند، یعنی راه آرمانهای نظام اسلامی و دفاع از حقوق ملت و ایستادگی در برابر زورگویان و مستکبران، پایبند باشند. و السلام علی جمیع عباد الله الصالحین. سید علی خامنه ای 12 مرداد 1362. فرمان 92 بود من اشتباه. خامنه‌ای در اظهاراتی موسیک و مسخره در مورد وضعیت بحران‌زده رژیم مدعی شد که حکومت آخوندی از روزی که بر سر کار آمده هر روز پیشرفت کرده و تصریح کرد که امروز ما در زمینه‌هایی پیشرفت کردیم که حتی تصور آن را هم در اول انقلاب نمی کردیم. ولی فقیه ارتجا در گزافه‌گویی های خود ادعا کرد که انتخابات نظام آخوندی در عالم نظیر ندارد و از ویژگی های منحصر به فرد آن این است که مردم احساس می کنند در مدیریت کشور تصمیم گیر و ناظر هستند. در مقابل آخوند حسن روحانی به رغم تلاش تقلای خامنه ای گوشه ای از جنگ گرگ ها و بحران رأس حاکمیت را برملا کرد و به بحران‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی نظام و بدگمانی عمومی نسبت به نمایش‌های انتخاباتی رژیم نیز اذعان کرده. انتخابات خرداد 92 گرچه با تردید و سوء ظن بخشی از جامعه آغاز شد، ولی با تأیید و استقبال عموم مردم به پایان رسید. انتخابات با شفافیت، رقابت و آرامش کامل برگزار شد که نتیجه آن برای بسیاری غافل کننده بود. همه مردم و نخبگان جامعه منافع ملی و شرایط کشور را به خوبی درک کردند و در راه سربلندی میهن قدم نهادند. این انتخابات نتیجه شکاف بین مردم و حاکمیت نبود، چه اینکه مردم ایران شخصی را به عنوان رئیس جمهور خود برگزیدند که سالها در مسئولیت‌های خطیر نظام انجام وظیفه کرده بود. اگرچه انگشت امید در این انتخابات بیشتر به گفتمانی نشانه رفت که در برنامه‌های این بنده کوچک متولبر بود، اما باید عوامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی فراوانی را در پیدایش این وضع
دخیل دانست. حد اقل انتظار مردم در این انتخابات از دولت جدید ایجاد ثبات و آرامش در همه زمینه‌ها و رفع دغدغه‌ها و تنگناهای مختلفی است که امروز کشور با آن مواجه است. کشور به عزم ملی برای دور شدن از افراط و افراطی‌گری در سیاست‌گذاری و مدیریت و تمرکز بر حاکمیت قانون و قانونگرایی نیاز دارد. جامعه ما در شرایط حساسی قرار دارد، باید از رنج معیشت مردم کاست و فضای زندگی آنان را گشود. باید به اقتصاد، به ویژه تولید صنعتی و کشاورزی کشور رونقی دیگر داد. همزمان با روی کار آمدن آخوند روحانی، عفو بین الملل وضعیت حقوق بشر در ایران را هولناک توصیف کرده و خواهان بازنگری در آن شد. در بیانیه عفو بین الملل آمده است: رژیم ایران برای مدت‌های طولانی التزامات حقوق بشری خود را زیر پا گذاشته است. بعد از سالها سرکوب و انزوای بین المللی، مقامات رژیم ایران باید این وضعیت را متوقف کنند و به وضعیت طاقت فرسای حقوق بشر در این کشور پایان دهند. در دهه‌های گذشته استفاده مستمر از شکنجه و دیگر بدرفتاری‌ها توسط نیروهای امنیتی سرلوحه عملکرد مقامات رژیم ایران بوده است. حسن روحانی و مقامات این حکومت نباید خواسته های مردم ایران مبنی بر احترام به حقوق آنها را نادیده بگیرند. بیانیه عفو بین الملل تأکید می کند به عنوان اولین گام تمامی زندانیان عقیدتی که صرفاً به خاطر بکارگیری حقوق خود زندانی شدند باید فوراً و بدون پیش شرطی آزاد شوند. محدودیت های نابجا علیه مطبوعات، ارتباطات و همچنین فعالیت های سازمان های غیر دولتی و اتحادیه های کارگری و صنفی باید ملغا شود. سازمان عفو بین الملل از مقامات رژیم ایران می خواهد که تمامی قوانین تبعیض آمیز علیه زنان را لغو کنند. استفاده از اعتراف های اجباری در تلویزیون باید متوقف شود. به عنوان یک اقدام فوری برای دادن علامتی از تغییر در سیاست ها، مقامات رژیم ایران باید به کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل و سازمان های غیر دولتی از جمله سازمان عفو بین الملل اجازه دیدار از ایران را بدهند.